همکارم کامیار بهرنگ از محل برگزاری این کنفرانس در قلب لندن همراه ماست. کامیار بیشتر از شما بشنویم در کنفرانس ها الان چه گذشته و چه اتفاقاتی بوده؟ ممنونم از تو ریحان. همطور که گفتی این کنفرانس سه روزه امروز صبح در غرب لندن آغاز به کار کرد بعد از 3 سال تعطیلی به دلیل شیوع کرونا و خب مشکلات بعد از اون، اما امسال بار دیگر با تعداد زیادی از شرکت کنندگان و سخنرانان برای امروز شروع شد. آقای دکتر فریدون بهمن، خانم مریم ایمانی و آقای سباهی سخنرانی کردند، هر کدوم به شکل‌های مختلف به این موضوع انسانیت پرداختن، در مورد جایگاه زن، در مورد فلسفه و البته تاریخ که خب شکل‌های مختلفی از بیان محور اصلی سخنرانها و موضوع کنفرانس امسال هست. اما اجازه بده با خانم مونا خادمی صحبت بکنیم، یکی از شرکت کنندگان در این نشست. شما از امریکا تشریف آوردید و میتونم بگم سالهای گذشتم هر سال به شکلی اینجا شرکت کرده بودید. چه چیزی اهمیت داره برای شما که از راه دور به انگلستان میاد برای شرکت در این کنفرانس؟ همونطور که گفتید، من فکر میکنم از 24 نشستی که این کنفرانس داشته، من تقریبا 15 یا 20 تا کنفرانس شرکت کردم و البته از راه دور میام. هدف این کنفرانس ترویج فرهنگ و هنر ایران در بین جامعه باهایی. وقتی شروع کردن فقط جامعه باهایی بود، ولی بعد برای دوستان جامعه هم برنامه داشتن و خیلی از ناطقین، از دانشمندا و اساتید ایران، چه باهایی و چه دوستان باهایی هستند که دعوت میشه شرکت کنند. در روزها برنامه‌های بسیار پرباری ارائه میشه و شبها برنامه‌های هنری و فرهنگی و به قول معروف هم فال هم تماشا، هم استفاده از برنامه‌های پرباره و دیدار دوستان و آشنایی با دوستان جدید در این کنفرانس پیش میاد و هر سال من در انتظار شرکت در این کنفرانس بودم. خیلی ممنونم ازتون و میدونم که از راه دور اومدن خسته هستید، بازم ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. همونطور که گفتم این کنفرانس سه روزه ادامه خواهد داشت. روزهای آینده سخنرانان دیگری همچون پیام اخوان و بهروز آفاق و دیگر سخنرانان هم خواهند بود. تلاش خواهیم کرد در بخش بعدی خبر و روزهای آینده هم با شما همراه باشیم، به همراه مهمانانی که اینجا ما رو همراهی خواهند کرد. متشکرم. حتما همکارم کامیار بهرنگ غرب لندن.